سال 1944. زود باشید، سوار شید، سوار قطار بشید. لطفاً زودتر سوار شو. باشه الان. عجله کنید، سوار شید. همه سوار قطار بشن. کجا بودی؟ قطار داره راه میافته. میدونم، رفته بودم دکتر. کلمنس، داریم بچه دار میشیم. لیز پاپا، برام کارت پستال میفرستی؟ آره. قول میدی؟ قول میدم. ولی قولت باید قول باشه، نباید زیرش بزنی. نه، زیرش نمیزن. ساتوان، قطار داره حرکت میکنه، سوار شید. زود سوار شید. با شما. برای کریسمس بر میگردم. وبسایت تاینی موویز تقدیم میکند. کلمنس فورل به نقض ماده 319 و 320 متهم می باشد. دادگاه همکنون به عدالت در مورد وی داوری می کند. متهم به علت جنایت علیه پارتیزان ها گناهکار شناخته شده است. او محکوم به 25 سال زندان با اعمال شاقه می باشد. چرخین. نمیذاره برم، ولم نمی کنه. اکتبر سال 1945. سلام لیسا، امروز برات یه چیزی آوردم. چی هست؟ اینا هاش. ولی اول یه بوس اینجا. چه دختر کوچوله زرنگی.
لیسا، لیسا، نامه کلمنسه؟ آره، از صلیب سرخه. ما در لیستمون هیچ نامی از کلمنس فورل نداریم. هیچ اطلاعی در مورد دادگاه نظامی روسیه در دست نیست و هیچی نمیدونم. هیچ. همه چی درست میشه، همه چی. سلام بر تو ای مریم مقدس، مادر رحمت. خواهش میکنم زود پدرمو برگردون خونه. پاپا، نقشه رو تهیه میکردی نه؟ آره، این مزیت من. دماغه دشنف کجاست؟ درباره جغرافیا چیزی نمیدونی ها؟ باشی. اینجا از شمال به جنوب کوههای اورال قرار دارن. به سمت غرب جای کم اهمیت قرار دارن و میتونیم فراموشش کنیم. اروپا. بهمون گرسنگی میدن تا بمیریم. شاید سزاوار بهتر از اینم نباشه. ما وظیفمون انجام دادیم رفیق. تو در حساب بودی؟ بله، افتخار میکنم. Трупы. Нормально, не думал.
دو سه چهار یک دو سه چهار هر نفر چهار تیکه کمتر از حد معمول. کلمنس داریم بچه دار میشی؟ برای کریسمس بر میگردم. بلیه یه رسکزا با چی دیری باید سلیانشو با چی دیری چرا اونا اول غذا میخورن؟ همه تون اینجا غذا میخورید فهمیدید یا نه؟ هی بجه اصلی چیه کاپیتان؟ بزرگی چیزی واسه خندیدن نداشت. از هم جدامون میکنن تا اینکه بمیری. مادر برام دعا کن. میخوام مارو بکشن. نزار بمیرم. تیر بارون کنن. میخوان تیر بارونمو کنن. ساکت، هیچی برای خوردن نیست. زود باش پسر، پرش کن. آخرین نامه مادرمه. بهم قدرت میده. زیره یه قد قایمش کن نظر پیداش کنن. سعی کن بخوری ما رو ببرن کجا؟ دمان 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 دمان
اردوگاه دژنف سال 1946. گروهان رو نجات دادی، از خط مقدم گذشتی، به همین علته که مدال گرفتی. میخوری؟ نه متشکرم. میتونستی در منطقه غربی یا در لنینگراد خدمت کنی، ولی در عوض اینجایی در دژنف. چرا؟ چون احساس میکنم که وظیفمه. و وسوسه. خوبه. تو مسئول امنیت اردوگاهی، امیدوارم که از عهده این کار بر بیای. به خاطر اعتمادتون متشکرم، هر کاری بتونم میکنم. تیفوس. نمیتونیم ادامه بدیم. ما مقداری پنسیلین داریم، میدونم، چون از آمریکایی‌ها گرفتیم. پس لطفاً کمی بهم بدیم. بهتون اختار میکنم دکتر اشتفر. اگه یه بیماری واگیردار شو پیدا کنه، میدونید که شما مسئولش هستید. خواهش میکنم بهم نگین که من اینجا مسئول چیم. فراموش نکنین که اینجا کی مسئوله. لازمه که زندانیا رو آزمایش بکنیم. متاسفانه هنوز تموم نکردیم سازمان. این دستور فرمانده است. منم اومدم اینجا که اونها رو ببرم. ببینم، تو دکتر اشتافر هستی؟ بله قربان، بله. تو همراه دکتر پاچماتوف بودی، پس خیلی کار داری. نسیم خاردار هست، نه برج دیدوانی. کافیه، دوباره شروع میکنیم. خیلی خسته کننده است دکتر شافر، ولی البته یک مزیت بزرگ داره. اینجوری میفهمیم کی سالمه و برای کار کردن مناسب.
پس به ما احتیاجی نداری. چرا؟ به خاطر گواهی فوت. چی قایم کردی؟ فقط یه نامه از مادرم. همه این لباساتو در بیار. داری چه کار میکنی؟ میخوام کتمو بدم به رفیقم. میخوای چه کار کنی؟ اینطور یخ نمیزنه. صدفه میشه یه چیزی بگم؟ نه. تو اسمت چیه؟ کلمنس فورل. کلمنس فورل، کتتو نگه دار، لازمت میشه. نبراو شگا مارش. میتونم دوام بیارم. برو به اونم ملحق شو، یه هوایی تازه کن. اینجا محل خوابمونه؟ رسیم آسیم،
باشا. حالا شپش صدایی میکنه. دنیوار جا! نو! نو! قرار همه چیزا در بیاریم. کمیته ملی آلمان آزاد، هر کس که مورد لطف قرار بگیره فرصتشو به دست میاره. فورل؟ کلمنس فورل. چیه ماما؟ بابا نمرده ماما. نه لیزا، مطمئنم که نمرده. فورل متاسفم، هیچ اطلاعی ندارم. این به این معنی نیست که مرده. مذاکرات جدید با روسا همین پاییز صورت میگیره، باید منتظر بمونیم. سال 1947 سال 1949 چراغ لعنتی. Товарищ старший лейтенант, заключенный Форель по вашему приказанию доставлен. Свободен. Есть.
مهندس اینجا نیست و این پسرم خیلی گیجه. با تو خوب رفتار میشه؟ من شکایت نمی کنم ولی اون خوبه. زود باش ماشین رو را بنداز. من؟ چطوری این کار رو بکنم؟ تو مکانیکی زندانی فورل، تو پروندت نوشته شده. حتما قصد نداری که بگی اشتباه. Давай, давай. Старт. روسی حرف میزنی. این تو پروندت ذکر نشده زندانی. فقط چند کلمه. Давай, иди отсюда. Ты за их убьёт, Бекер. Паша. Выходи! Не двигаться! هنوز زنده ای زندانی فورل؟ بله. بلندتر قربان. بله قربان. زدبان کاملا خوبه. داشته کجا میرفتی؟ به آلاسکا؟ اتحاد جماهیر شوروی موافقت نامه‌ای با ایالات متحده آمریکای شمالی ده. حتی اگر موفق به فرارم می شدی اونها تو رو بر می گردن. بلند شو بیست. بله
خوبه. هیچ وقت حق نمیده اونجا دفن خواهی شد همه یه ما برو. رفقات منتظرت هستن. منتظرتیم. کتک زدن تعجب نمی کنم. اونا گرستن، پنج روزه هیچی نخوردن. کی اینقد احمقه که فرار کنه؟ اونم در اولین فرصت. اینطوری هیچ وقت نمیتونی بری، هیچ وقت. خوب میشه؟ هونیش قویه. ببرش به درمانگاه، یعنی دستوره. همیش داره میره بالا، امیدوارم تیفوس نباشه. باید برگونه نامه بنویسم. به دستشون نمیرسه. سلام. سلام، این برای شماست. بفرمایید. خیلی خیلی متشکرم.
باید برم خونه. گوش کن فارل، تو میتونستی موفق بشی. چطوری؟ تو باید آماده میشدی. به لباسهای مناسب احتیاج داری، کفشای محکم، قطب نما. چطوری غذا پیدا کنی؟ اگه با کسی برخورد کنی چی؟ چطور زیر 40 درجه آتیش روشن کنی؟ میدونم که ممکن. ساکت باش، تو یه چیزی رو نمیدونی. اگه تا یه سال دیگه به لینا برسی میتونی زانو بزنی و از خدا تشکر کنی. لینا وسط سیبریه. آره، میتونم کمکت کنم. برای کار آماده است. مایر، آماده خدمت. کلگمن، همه چیز تمیز کردم. میبینی همه چیز تمیزه. عنکبوت‌ها اینجا شانسی ندارن. آماده خدمت. محصه این که بیدار شدی. تب داره. پنسیلین. آماده خدمته. نه، این طور فکر میکنم. اون تب داره. تو تصمیم نمیگیری دکتر اشتافر. ولی اینجا من مسئول هستم ساتمان. من مسئولم کی وارد بشه و مسئولم کی خارج بشه. آماده ی خدمت. امشب بیا پیش من. مشکلی نبود؟ نه. خوبه. اینجا دانهر قبل از مرگش این نقشه رو کشید. ممکنه دقیق نباشه. رودخونه‌ای که اینجوریه گاهی میتونه مسیرش رو تغییر بده. رودخونه ها در زمستون یخ میزنن ولی در تابستون مثل اقیانوس میمونن. تا زمستون باید صبر کن. اونجا برو برو. ستوان با من کاری داری؟ خیلی کار میکنی دکتر اشتافر. نمن زی تانشلوک. دنکه دنکه دستود گود.
اونو از کجا آوردی؟ طبق دستور ستاد فرماندهیه، برای بریدن گچ شکستگی استخوناست. بگیرنش. دیگه همه چیزمون تموم شده. امشب دیگه نمیخواد کار بکنی. چراغ خاموش کن لطفا. باش. شب بخیر. شب بخیر. شانس آوردی. وقتی باقی نمونده نمیتونم چیزی بهت بگم. بیا این پولو بر. چکمه ها، همه چیزو روز بپوش، شب بعضی هاشو در بیار، ولی خودتو خوب بپوشو. خب زود با شروع کن. باید بهم نشون بدی چطوری. میخوای فرار کنی یا نه؟ بته که میخوام، ولی فقط امروز الان. اگه امشب نری برمیکردی به معدن، دیگم بیرون نمیای. یه چیزایی رو تپه جایی که قطار رد میشه مخفی کردم، نون خشک و روغن خوک. دو کیلو هم مخورکا گذاشتم. حرومش نکنی، واسه خرید و فروش لازمش داری. یه چراغ الکلی. دو ماه پیش تصمیم گرفتم خودم رو گور نزنم. سرطان. فقط یه خواهش دارم فرایل، اگه موفق شدی فرار کنی برو به دیدن زنم. این چاقو رو ببر، من دیگه بهش احتیاجی ندارم. تا فردا صبح وقت داری، وقت خیلی کمیه. تا غروب آفتاب دنبالت میگردم. برو شمال سمت دریا، از کنار ساحل برو، امن‌تره خیلی. اصرار نکنی صدفان. خواهش میکنم دکتر، میخوام باهات حرف بزنم. ببخشید. خواهش میکنم گوش کن. اجازه بدی من ازش پرستاری میکنم. دیدی همون چیزیه که آلمانا میخوان، دار از اون مراقبت میکنه. اون خوشحاله که میتونه کار بکنه، ولی ما چی میکنم. من به تو اخطار میکنم،
اگه ارتباط با آلمانا رو کنار نزنی، مخصوصا با اون فارل. چیه؟ شما قبلا با هم زده بند داشت. نه آفر، وقتی باهات حرف میزنم بلند شو. برید سر کارتون.
فقط اگه یه چیز خوب واسه خوردن بدی میرم، وگرنه کار نمی کنم. تو میدونی کی مقصره پسر جان؟ شما ما رو مقصر میدونید؟ منصفانه نیست. تو از انصاف حرف میزنی؟ آره میتونی ما رو بکشی، ولی دیگه هیچ وقت یکی از رفقامونو نمیزنیم. ببخشید صدفن، مأمور تجسس برگشته. چه برای گزارش داری؟ دشتو به طرف غرب جستجو کردیم، تمام راه رو به سمت کوهپایه ها، نمیتونست اینقدر دور رفته باشه. پنج روزه داریم راه میریم، خسته شدیم، اطمینان داریم که زیر برفا دفن شده. از شما انتظار میره که دستورات انجام بدین، وظیفتون انجام ندادین. ادامه بده. کنترل اردوگاه از دست دادی، به وظیفت خوب عمل نکردی، یکی از اونا فرار کرد، به یکی تیراندازی کردی، اینا خرابکاریه. اون مقاومت کرد قربان. بسیار خوب، این درسته. و فورل هم ممکنه از سرما مرده باشه، اینو تو گزارشت بنویس. نه اون نمرده. که در آسمانی روزی ما رو عطا فرما، روزی من امیران رو بده،
مرا بده. ولی به روحانت احتیاج داشتم. باید برم خونه.
همه ایستگاه ها اطلاع داده شده؟ بله، تقریبا تا شعاع 500 کیلومتری. شعاع عملکرد افزایش بدید. ظرف دو ماه میتونه بیشتر از 500 کیلومتر بره به جلو. اسلحتون رو بندازین. حتما ما چیزی ازت نمیخواد. خیلی راحت میتونستیم بکشیمت، ولی ما شکارچی و جوینده طلاییم. در تابستون طلا میشوریم، در زمستونم شکار میکنیم. ما اینجا آتیش دیدیم، فکر کردیم که یه نگاهی بندازیم. باید آلمانی باشی و فرار کردی؟ به زودی هوا روشن میشه، یه کولاک تو راهه. باید دنبال یه جای امن بگردی. ما یه جای امن رو میشناسیم. زود باش، بیا بریم. به شما ها احتیاجی ندارم. برید! هرچی میخوای بگو. برید. من هستم. چی کار میکنی؟ بیا. برو.
خب رفیق، هنوز به ما اعتماد نداری؟ من اسمم سیمیونه، تو اسمت چیه؟ بیاتر. درسته، به کسی اعتماد نکن و هیچ وقتم اسم واقعی تو به کسی نگو. با ما بیا، هرگز به تنهایی در سیبری موفق نمیشی. شرق سیبری، بهار سال 1950. لیسا، داره بهار میشه، من تو راهم. نمیدونم باید از خدا تشکر کنم یا دوستای سیبریایی. فقط یکم دیگه از راه هست که باید برم. سیمیون گفت 10,000 برست مونده و بعدش هم خندید. سیمیون همیشه در حال خنده است. کی به کوهای کالیما میرسیم؟ به نظرم 2 روز دیگه، شاید هم 3 روز. ولی رودخونه به سمت شمال میره. نه، 500 کیلومتر طرف غرب. آناستاس ما رو ببر خونه با این کلک. داریم از قفقاز رد میشیم. موفق میشیم اگه همه بتونن، اونم میتونه. آره البته اگه ممکن باشه، ولی دقیقا تو نباید بری. به دوره برت نگاه کن، چقدر سیبری محشره، حاصل خیزه، قشنگه. اینجا میتونی شاد و سرحال باشی. آه بسیار خوب یاتر، بارو تو بردار، نشونم بده چی یاد گرفتی. برو سمت چپ آناستاس، مستقیم برو، مستقیم. آناستاس، آناستاس،
میذاش من خفه بشم. ازت متشکرم پیترا، متشکرم. بخور پیاترا، بخور. میتونی بخوری، میتونی این برگا رو بخوری. من همه چیز بهت یاد میدم. سیمیان، چرا منو با خودت میبری؟ چون که ما از معدن طلا فرار کردیم. آناستاس فکر میکرد که ممکنه به ما طلا بدی. دیر یا زود هر طور بود گیر میافتادی، ولی حالا دیگه تو هم جزء مایی. نه، غرق نشدم. میبینی که غرق نشدم. باید چی کار میکردم؟ کلکو با همه وسایلمون ول میکردم. کیف من کجاست؟ گم شد، افتاد تو آب. همشون اونجا. سر وسایل من چی اومده؟ فکر کردم شاید یه کمی نمک داشته باشی. مگه خودتون نمک نداشتی؟ نه. اونو واسه چی لازم داری؟ اینجا شهرها و خیابونایی هست که تا حالا هیچ وقت اسمشون رو نشنیدی. رودخونه ها تغییر مسیر میدن، هر جایی که دارن میسازن دوباره بر میگردن و همگانی میکنن. این روزا اینجا اینطوریه. شاید تو نمک داشته باشی. ها؟ مگه تو ندیدی؟ دیدی که؟ حالا یادم افتاد. نمک؟ چه جالب، واقعا چه شانسی پتوخا. حتی فکرش هم نمی کردم. چرا اونا کشتیش؟ چرا میپرسی؟ باید خاکش کنیم. حالا به وسیله گرگا ازش حسابی پذیرایی میشه. بیاد
اون میخواست طلای منو بدزده. حرف گوش کن پیترا، وسایلتو وردارو بریم، بدون اونم موفق میشیم. بیا بیا. به طرف خونه میام قدم به قدم، حتی اگه مجبور بشم از راه‌های پرپیچ و خم بگذرم. این چیزیه که یاد گرفتم. مسیر جنوبی به سمت غرب، گاهی به سمت شمال میره، گاهی به سمت شرق. پیترا دارم میمیرم، نمیتونم ادامه بدم. ما موفق میشیم سیمیان، باید ادامه بدیم. کیفتو بده من، من میارمش. نظر لطفته رفیق، ولی فقط به اندازه یه نفرمون طلا هست برای یکمون. من هست کالکا، اونم هست آلوشکا. Oh,
ده قرار ای 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 اوری مرا با والا ای تن لا 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 مرا مرا لا تنیا والا خا والا قال ای اورت جتا بر خا والا اسیر جنگی تو خواب حرف می زدی. این ایرینا پدر بزرگش تو رو مداوا کرد، اون مریض رو مداوا می کنه ولی نتونست کمک شوهرش کنه، فرصت یک پانش کردن. جناب مایا سین موی من دیگه باید برم، مدت طولانی با سگا، ولی شما نترس، اینجا کسی به آسیبی نمیرسونه. چی نیاز پیچ؟ باید خوب بخوری تا سلامت باشی. باشه؟ باشه. اسمم کلمنس. کلمنس؟ کلمنس. 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 کلمنس.
کلیدم. میخواست با طلایی که دزدیده یه پاسپورت بخره. تصور کن رفیق کامونف بهش علاقه ای ندارم. اسم بقیه رو که در گزارش هست میخوام. بگه آلمانی. درباره آلمانی حرف زد؟ بله رفیق کامونف، خودت بپرس. اگر همون آلمانی که دنبالش میگردی باشه، از تمام ساکنین یاکوتسک درخواست کمک داره. مراقب یک جاسوس آلمانی به نام پیاتر باشید. نام واقعیش کلمنس فورله. چه خوب ته بولاش. فورس به سردار شدم. پسرمه، مال خودمه. او نگاه پسر کوچولو، نگاه کن چقدر بزرگه. میخواد یک قول واقعی بشه. تو پسر داری؟ نمیدونم. امیدوارم داشته باشه. امیدوارم، امیدوارم. دنبالت میگردن همه جا. برای تو خیلی خطرناک. من باید برم. ایرناتو رو میبره به جنگل، جنگلای بزرگ. بعدش دیگه دست خودته. برای همه چیز متشکرم. هرگش دوستت داره، باهات میاد. سگ شکاری خوبیه. همه یه چیزی که لازم داره یه تیکه استخونه. سر موفق باشی. متشکرم.
حلقه سرف ازت محافظت میکنه. روح شمن پیش توه. ایرن برو خونه و اسم منم فراموش کن. برو مواظبش باش. تابستان سال 1951. Argüş! Arkış. Bir ince. Bir. Hey to. Bakın nako. Bir ince. Zut baş. İsmet çiğ. Cevap Rafik Bazrası bedev. پیاتر ایوانوویچ، اهل بالتیکم. 8 سال زندانم تموم شده. باید خودمو به فرمانده ریون معرفی کنم در MWD. در چیتا. اینجا. اینهاش. چیتا. اجازه یا برداری؟ نه ندارم. ولی کارت شناسایی چی؟ بله. ولی اون همراه پیک فرستاده شد و یار نه میتونستم فرار کنم با کارت شناسایی. ای راست، من شما رو خوب میشناسم. میدونی تا چیتا چقدر فاصله است؟ خیلی زیاد. 800 کیلومتر. سجل دارد گرسته است.
تو جنگل چیز زیادی واسه خوردن پیدا نکردیم. بهشون میگم بهت قضا بدم. متشکرم رفیق بازرس. باید گزارش بدیم. برای حتما این کارو بکنم. بری اول باید محمودمونو بفرستیم. خیلی خوش شانسی. یه قطار باری داره میره چیزا. تو هم با عنوان کمک و مراقب میری. نباید هیچ ولگردی مفتی سوار بشه. زنجیرارم چک کن. فهمیدی؟ بله. خیلی خواب را بیافت. برکش. خداحافظ. خوش باشی. یگان آماده خدمته. فرمانده یگان سوتوان زیکوف. اونا چند نفرن؟ 15 نفر. لباست مرتب. معذرت میخوام. درست به موقع زندان فورل. آرگیش آرگیش ولش کن. آرگیش آرگیش Thank you.
تاینی موویز. زمین با دیوارها محصور شده و از گل رس پخته شده شکل گرفته است. عجله کنید، بیایید سفالگران، ناقوس باید امروز تمام شود. زمین با دیوارها. خیلی خوب بود الیزابت. برو بشین. دیگه کی شعر حفظ کرده؟ رودولف؟ آسیای میانه، شوروی 1952.
خدایا گناهان منو ببخش، منو ببخش. همیشه معجزه در راه. عجایب هیچ وقت تموم نمیشه غریبه. یک آلمانی طلب آمرزش میکنه. نمونه مشهودی هستی. معمولا آدم های فقیر زیادی اینجا، ولی تا به حال یه فقیر آلمانی اینجا ندیده بودم. اگه طلب بخشش میکنی پس آدم قدرتمندی هستی. میتونی بیای تو خونه من و استراحت کنی. میخوام کمکت کنم. خیلی دوره. راه رفتن برات مشکله؟ بهتر از خیابونای پرت بری. داخل. برادرم، از لهستان اومدیم. من رفتم شوروی و اونا رفتن گداسک. یکی از اما همون اونجا زندگی میکرد. من سوزوندمش. وقتی که بهم خبر رسید که اونام قم بردار. تو اردوگاه بودی؟ عکس برادرتو برای چی سوزوندی؟ واسه این که دیگه نمیخوام اونا جلو چشمم باشن. متاسفم. به همین آسونی گفته میشه. حالا با تو چیکار کنیم؟ یه پاسپورت لازم داری. پاسپورت؟ وگرنه نمیتونی از مرز رد بشی. هیچ اسمی واسه خودت انتخاب کردی؟ پیاتر. پیاتر.
پیوتر ایوانویچ یولیانوف، درست مثل هانس پیتر مولر در آلمان. چرا این کار میکنی؟ چرا یه یهودی به آلمانی کمک میکنه؟ گرچه شما آلمانی ها برادرام رو کشتیم. همه ما از این اطلاعی نداریم. البته شما برای نجات زنها و بچه ها می جنگیدین، در عوض فرمانده یگان خودتون رو کشتین. ولی مطمئنم تو یه چیزی رو نمیدونی، چون به صورت یه راز نگه داشتن. شما فقط وظیفتون رو انجام دادین. منم وظیفم انجام میدم. همین الان همومو برات آماده میکنم. حالم خیلی عادی نیست. حداقل موی کوتاه بهت میاد. همینجا منتظر باش، یه چند ساعتی طول میکشه. وقتی که من رفتم چراغا رو خاموش کن. همینجا تو تاریکی بمون. سعی کن یه کمی بخوابی. باش. اطمینان نداری؟ یاد گرفتم مراقب باشم. دوباره باید یاد بگیری به مردم اعتماد کنی. پاسپورت و اجازه نامه سفر. سفر هیچ هزینه ای نداره. یه کار مشترک. حالا گوش بده پیتر ایوانویچ یولیانوف. اهل لتانی هستی و لهجت اینو نشون میده. این اطلاعاتو خوب حفظ کن. حالا تا میتونی باید عجله کنی. محل قرار انتهای خیابونه. خب چرا این کارو میکنی؟ وقتی آدم به کسی کمک میکنه یه چیزی رو وجدانش سنگینی نمیکنه. خودت باید این موضوع ساده رو بفهمی پیتر. حالا برو. خوش شانسی، موفق باشی.
اتفاقی افتاده؟ از مهمان نوازی تعریف ها شنیدم. ممکنه بیام تو؟ ما به شما سوء زن داریم ولی مدرک نداریم. اما کی مدرک لازم داره؟ شما فکر نمی‌کنید که من به یه آلمانی کمک بکنم؟ فقط باید بدونم که اون کجاست. می‌فهمی؟ آره، کمکش کردم، دوباره هم این کار رو میکنم، به همه کمک میکنم، به همه. متاسفانه کوه ریزش کرده، باید از راه فرعی برید، از این راه ممکن نیست. اینطوری که خیلی از راهمون دور میشه. چه کار میتونم بکنم؟ ممکنه تا اونجا پیاده بری؟ آره ممکنه، ولی خیلی دوره. سلام آقا. سلام. چجوری رسیدی اینجا؟ راه بسته بود، کوه ریزش کرده بود. بده ببینم. به همین خاطر پیاده اومدم. پیاده اومدی؟ خیلی راهی که. بله،
میدونید آخه مجبورم امروز از مرز رد بشم. ببینید اعتبارش تا 13 آگوسته، اگه موعدش بگذره ممکنه نذارن از مرز رد بشم. آره شاید اجازه ورود ندم. Только сегодня действует. Через границу хочет перейти. Да вроде нормально все, не знаю. По-моему, все в порядке. В конце концов, пускай идет, пропустит его иранцы. Нет, тебе какое дело. Хоть пешком идет, хоть на машине. Каждый день такие ходят. Нам должно быть все равно. Паспорт в порядке, пускай идет. میتونی رد شی. ممنونم. من برنده شدم. دسامبر 1952.
خودشو کلمنس فارل معرفی میکنه، میگه از ساحل شرقی سیبری فرار کرده و 3 سال طول کشیده تا برسه اینجا. باور نکردنی به نظر میرسه، ولی ممکنه حقیقت داشته باشه. به همین خاطر درخواستشو پذیرفتم و خواستم بیایید و اونو شناسایی کنید. آخرین باری که دیدمش در سال 1937 بود، قبل از اینکه به این پست در آنکارا منصوب بشم. باید بفهمیم که واقعا برادرزاده منه یا نه. تا اونجایی که مقدور باشه کمکتون میکنم آقای بادرکسله. متهمو بیاری تو. ابو جان، منو نمیشناسین؟ ادعا میکنی برادرزاده منی؟ منم. بشنید لطفا. اگه تو کلمنس فورل هستی، دوست دارم چند تا سوال ازت بپرسم. سربازان آلمان، این عکس روز تولد مادرم بهش دادم، سال 1939 بود. پشتش نوشت تقدیم به مادر عزیزم به مناسبت روز تولدت 15 جولای 1939.
Agnus Dei exequitorit peccata mundi.